دیوید و کارن، زن و شوهر نیکوکار، طی سالها سفر به اقصی نقاط جهان، کودکان یتیم را همراه آورده و در مؤسسه خیریه خود جای می‌دادند. از آنجا که قرار بود پس از بزرگ شدن هر کدام به موطن خود بازگردند و در خدمت دیگر کودکان یتیم درآیند، به توصیه دیوید وسبرگ هر کدام بر مبنای فرهنگ و زبان خود تربیت می شدند. لذا دانیل زبان فارسی را نزد دکتر حمیدی در دانشگاه ویسبادن فرا می گیرد. در دو قسمت قبل دیدیم دانیل وسبرگ، مسافر تنهای این سفر، پس از مرگ نابهنگام و مشکوک مادر کارن و انجام مراسم خاک سپاری، تمامی امور اداره یتیم خانه و مؤسسه بزرگ وسبرگ را به برادر خوانده سیاه پوستش حس سپرده و با به همراه داشتن یک نام و عکسی که 28 سال قبل مادر کارن در محله‌ای در جنوب تهران هنگام قبول قیمومیت دانیل گرفته است، روانه ایران شد. هادی این مسافر کنجکاو رؤیاهای گاه و بیگاه او بود و دانیل با اتکا به این رؤیاها پای در وادی ناشناخته‌ای گذارد که خاطراتی محو از گذشته‌های دور او را حیاتی دوباره بخشید. وی در بدو ورود به ایران با اکبر راننده آزاد فرودگاه آشنا می شود. شباهت بیش از حد اکبر و برادرخوانده کولی او جد باعث ایجاد الفتی بین آنها می شود. اکبر با درخواست دانیل راهنمای او در این سفر می شود و هر دو جستجوی سرنوشت‌ساز خود را با ردیابی نشانه هایی از گذشته ها می آغازند. آنها پس از کنکاشی جدی، ردی از غلام، خبرچینی که سالهای عمر را با فنا کردن زنان محتاج و دردمند سپری کرده است می یابند. حرف دهنده بفهم. غلام به تصور اینکه مشتریان جدیدی به چنگ آورده با آنان همراه می شود. ولی در آخرین لحظه او پس از شنیدن نام و نشان اکرم متوجه سرباز کردن زخمی کهنه و قدیمی می شود و متواری می گردد. بله، در بچگی منو واگذار کرد. فرید، طرف فرید در رفت با خوش بده. چشمش خوبه، میتونی پیداش کنی؟ خدا نگاه کن، یه آدم مفنگی دو تا هیکل روی انگشت شرخ. یکینی بگه آخه بیکار بودی بابا، اسم این طرف رو بردی. به هر حال باید اسم می بردیم آقای اکبر. من مطمئنم که این از یه چیزی ترسید. از چه چیز باید می ترسید؟ نمیدونم، اسم رو که گفتی یه تو دلش خالی شد، رنگ روش پرید. یه کاسه زینه اون کاسه هست، یه اشکالی تو کارش هست. اشکال مخفف اشکاله آقای اکبر. مخفف؟ مخفف چیه؟ فارسی حرف زن بابا، اشکل اشکله دیگه. نگاه کن طرف رو بده.
کجا ایستادی؟ جام سرمان دارم میرم من با نشت. این یه خود ماشینه یه اشکال جزمی پیش اومد پت پت کرد دیگه نگه داری Töten Sie nicht mich, bitte. شما آلمانی بلدین؟ مگه شما به آلمانی تهدید نکردین؟ چرا؟ خب منم آلمانی جوابتون دادم. میتونم برگردم. دستتو بذار رو سرت آروم برگرد. جلو نیا. باشه. قول بده. بابا مگه قرار نبود کسی را اذیت نکنه یادت را؟ بذارید راحت باشه بابک دنی خیلی سختی کشیدم خیلی چیزا از دست دادم من دیگه بابک رو نمیتونم از دست بدم وقتی یادم میاد میگفت به خاطر تو اومدم آلمان وقتی بهم میگفت به خاطر تو مسلمون شدم خب باورش میکردم دیگه من به خاطر اون حتی تو روی پدر مادرم هم وایستادم خیلی کارا براش کردم فکر نمیکردم اونا بتونن برگشتن منو با یه بچه تحمل کنن میدونم چه عذابی میبرن ولی بروم نمیارن نمیتونم بابک رو بهش بدم اوائلش همه چی خوب بود بعد تازه فهمیدم که حتی اسمم مسلمون شده کم کم میدیدم همه چیش دروغ بود خیلی کارا از من میخواست بکنم که نمیتونستم افکارشو قبول نداشتم خودش هم که کم کم افتاده بود تو کارهای خطرناک خب من دیگه نمیتونستم تحملش کنم دیگه یه جوری شده بود که وقتی میخواستیم از هم جدا شیم حتی دادگاه آلمان اظهارات بچه رو به اون نداد حالا اون همش منو تهدید میکنه میگه آدم میفرسته که بابک رو بدزده نمیتونم تحمل کنم دیگه تو مطمئنی این کارو میکنه؟ از اون هر کاری برمیاد نمیدونی چه آدم روانی و عصبیه پلیس آلمان به من میگفت ببرش دکتر آنا میگفت تو میخوای ازدواج کنی شاید به این دلیل میخواد باباکو ببره مگه من از نظر روحی میتونم ازدواج کنم ازدواجی در کار نیست یه نفر از مامانم خواستگاری کرده یکی از دوستامونه ببینم پدرت در جریانه؟ نه حتی بابام هم نمیدونه هنوز اصلا هیچی معلوم نیست فقط در حد حرفه ای کاش میشد شما با ابراهام حرف میزدید اونطور که تو از ابراهام میگی فکر نمی کنم گوش به حرفی کسی بده ولی من اینطوری خیلی نگرانم تا تو ازدواج نکنی دخترم مطمئن باشی چی کاری ازش ساخته نیست مطمئن باش شما خارجی این؟ شما چی؟ من خارج به دنیا آمدم ولی ایرانی هم تو چی؟ تو یعنی چی؟ درست صحبت کن بچه چقدر شیطون Es ist besser, dass wir auf Deutsch sprechen Hab dich gefragt, dass du im Ausland geboren bist? Nein, ich bin in Iran geboren, aber lebe in Ausland Wieso ist dein Name Danny? Danny ist ein ausländischer Name. Mein Name ist Daniel, aber sie nennen mich Danny. Daniel ist der Name ein iranischer Prophet. Sag mir mal,
Sind deine Eltern Ausländer oder Iraner? Meine Eltern leben in Deutschland, aber ich habe auch Eltern in Iran. Und ich bin hier gekommen, um ihnen zu finden. Ich helfe dir, dass du sie findest. Ich bin ein guter Polizist. Aber sag mir mal, kann man zwei verschiedene Eltern haben? یه جور حرف بزنیم منم بفهمم چیزی نیست این آقا پلیسه داره من بازجویی میکنه نمیخواستم شمارم ناراحت کنم پدر اومده بودم با آنا حرف بزنم آنا همیشه به حرفای من گوش میکنه زنگ زدم روزنامه نبود اومدم اینجا دنبالش فکر نمیکردم اینقدر مشکل داری حتما با پدرت صحبت میکنم بابک توی پدر نمیدونین هیچ کدوممون آرامش نداریم بابام یه جور مامانم یه جور خودم که دیگه هیچی مسائل اینقدر بزرگ نکن اگر برای دیدن آنا اومدی الان دیگه پیداش میشه آره ولی من دیگه دیرم شده من میرم با اجازتون در ذهن نگران نباش آبرام آدمی نیست که آدم بفرسته بچهشو بدوزه هیر ایست مین هتل کاختل پریما دن گهن ویزی سوفینده ابا کاینا موس ادواس ویسن Wenn ich dir anrufe, dann sprechen wir auf unsere Art. Dann können die bösen Menschen nichts verstehen. Bleiben wir Freunde, nicht? Selbstverständlich. Bobak! Salam. Moment, das ist meine. معلوم هست تو اینجا چیکار می‌کنی؟ اینطوری مراقب بچه میشن؟ ما معلوم هست شما چیکار می‌کنی؟ دیدی پدر، نگفتم. شما باور نمی‌کنی. مهم دوازش کن یه افسر سمج اینجا داره تکون میخوری یه دمسه تخته میچسب مامان چرا اینجوری میکنی؟ من داشتم فقط با دوست حرف میزدم بابت میری سوار ماشین میشی حرفم نمیزنی فهمیدی؟ بودو ساکت باش بابت آخه من باشم بی خودی عصبانی شدی گفتم حرف نباشه بی معرفت نادوتی من فکر میکنم یه سوی تفاهم کوچیک براشون پیش اومده بود بار اولی که شما رو اینجا میبینم درسته؟ بله من مدت زیادی نیست که به ایران اومدم ولی کلیسای شما رو خیلی دیدن البته در خواب جالبه ممکنه علت سفر شما رو بدونم؟ تجارت؟ نه من برای پیدا کردن گذشته خیلی دورم اومدم در واقع پدر و مادرم پدر و مادر؟ از تاجر نیستید؟ نه من در آلمان یک یتیمخانه کوچک رو اداره میکنم تیم خانه در آلمان؟ مطمئن بودم بابا خب ماما از کجا مطمئن همه چیش برای من مشکوک بود بابا ای بابا کجاش مشکوک بود؟ داشت بابک آلمانی حرف میزد ماما گوشه بده تو بابک آدرس؟ اون کارتو بده به من اون کارتو بده به من ببخشید بابا یادداشت کن بهتر اول اونا رو پیدا کنیم شاید ناچاران این کارو کردن تو نباید پیش داوری کنی فکر میکنم به هر دلیلی نباید این کارو میکردن نمیدونم فروختن یا رها کردن به هر حال هر وقت پیداشون کنم میپرسم ما که آگاه به همه چیز نیستیم ها حق داوری با خداونده من دوستانی دارم که میتونن به تو کمک کنن
اگه لعنتی غم بیفتیم کار اون سر عتیقه عتیقه چون خودت عتیقه کیره چه آوردم که منم شاخی جون بلام کارت دارم بی خود کردی با رد کارت بیا واکن تو میری فولیت داره باز حتمنا اقصیاره ببینم ببین جون خود بیکار نیستم شاخی جون بیام قیافه ماهته ببینم بابا واکن دیگه کسی باید نیست که نه تو میری خودم هم برو تو صدات هم در نیاد تو میری پا هممون گیره ولی غلط میکردم پا بذارم اینجا من حرف نزن دیگه ها چرا؟ چرا نهره سیاه این روزا اصلا حالش خوش نی آره جون خودت اگه بدون پاهاتو گذاشتی اینجا کار هممون ساخته است چه برسه به تو؟ حالا یواش برو تو از ترس گربه افتادم تو دهن شیر تو میری حرف نزن اصلا نگرانم نباش من میرم محل تحتشو در میارم و زودی میام حالا برو تو اینجا؟ و کجا؟ جون خود گربه اینجا بیاد از میومیو میافته لام از سبچه برسه من برو تو اینجا شاخی جون جونم رفتی اون تو جیب شلوارم ها خیلی در با من همش تو فکرونه همه جای این کلیسا برای من آشناست من اینجا رو بارها و بارها در خواب دیدم خواب صادق برای ما آدم ها از جهاتی شاید شبیه وحی برای پیامبران خداست این نعمتیه که نصیب هر کسی نمیشه تو در این مسئله باید اراده خداوند رو جستجو کنی برای منم خیلی پیش آمده که توی خواب به شهرهای دور سفر کردم خیلی دور این که چیزی نیست جوز این فرق میکنه تو از ترس این که مبادا به جای تو کسی دیگر رو بذارم سفر نمیری اینه که تو خواب مسافرت میکنی شما امروز خیلی به من امید دادید خیلی خوشحالم که شما رو دیدم خیلی خوشحالم که اومدم اینجا اون بچه رو دیدم شما رو برادر جورج پس بازم به دیدن ما میای حتما خوشحالمون میکنی خداحافظ خدا نگهدار خداحافظ این آلمانی بود یا فقط از آلمان اومده بود تو چی فکر میکنی جورج؟ هر کی بود آدم خوبی بود میتونیم بریم تو مملکت شما به این چی میگن؟ به چی؟ به اینکه من ولد میکنم میرفتم رد کار خودم متوجه نمیشن بیمعرفتی نارفیقی رفیق نیمه را مرد حسابی یک کلوم میگفتی ما میخوام بریم تو این کلیسا دخیل ببندیم تا شبم نمیان من تکلیفم روشن بود ناراحتی؟ نه خیر عروسیمه اون غلام قزمیت که ما رو کنفمون کرد اون خانومم که زد چشتر ماشین رو کور کرد یه شاخه شمشیرم که 600 ما رو کاشته زیر پامون هم لفظت شده بله که دیگه عروسیمونه دیگه بچه معذرت میخوام ولی خیلی مهم بود حالا بریم میشه بفرمایید کجا باس بریم کجا میرفتیم ببین رفتی اومدی پاک از این رو بمرو شدی بابا داشتی میرفتیم به اون قلوم دیگه خب بریم خونهش به همین سادگی بریم خونهش بریم هتل یک قهوه بخوریم گرفتیم آره دیگه ببین اگه یه روز سرنیزه گوشت بازی کلت گفتن باز پلیس بشی ها قبول نکنم این نمیشه بله هیچی گفتم یا کار کاسبی پلیس ها رو کساد نکنم
میخوای کمکتون کنم؟ نه خیر، خودم میتونم. شما بفرمایید. سلام جورج. جورج قایم نشو. سلام. سلام. ببینم جورج، امروز کی اومده بود اینجا؟ من یه بوی آشنا حس میکنم. کسی نیومده بود. زهره خانم و بابک اومده بود. نه، بوی زهره رو که خوب میشناسم. یکی دیگه است. یکی که حس میکنم میشناسمش. راستی یه آقای اومده بود، اسمش دانیل بود، آدم خوبی بود. دانیل؟ برابر اولش بود که آمده بود. خب پدرم کجاست؟ رفته توی سان کلیسا. دروغ نگو جورج، پدر رو پله ها وایساده. سلام پدر. سلام دخترم، چرا اینقدر دیر کردی؟ زهره اینجا چی کار داشت؟ اومده بود درباره آبراهام صحبت کنه. بازم همون مشکل همیشگی؟ این دفعه آبراهام میخواد بچه رو به زور ببره. طفلی بابک، اونم داره بین این دوتا محبت زوری له میشه. آهای پیر مرد، کار تموم شد، بیا بالا کارت دارم. اون همیشه به تو میگه پیرمرد. برو پایین. من به شما گفتم برو پایین. برو تو دیگه. چرا کارت دوستمو گرفتی؟ بابک دیگه داری کلافه میکنی. برو ببینم بچه. اجرتون با امام حسین. آقا داداش بنده است دیگه، پا کرده توی کفش، میگه یا زهره خانم یا هیچ کس. حالا که محرمه بذار از این به بعد. اونها خودش داره میاد. سلام زن داداش، چطوری؟ چرا اینجوری کرد؟ حتما بابک اذیتش کرده. شما ناراحت نشو. به حاج آقا سلام برسیم. خداحافظ شما. ببخشید و سرم شلوغ بود، پذیرایی نتونستم بکنم. پسرم چرا اینجا وایسادی؟ برای اینکه با مامانم قهرم. برو تو از. نمیام. چرا با مامانت قهری؟ اینکه خیلی بی‌تربیت. این حرفو چی میزنی؟ برو تو اتاق. چته مادر؟ با مردم دعوا داری؟ نه خیر، با مردم دعوا ندارم، ولی با هر کی که میخواد زندگیمو به هم بریزه دعوا دارم. کی میخواد زندگی تو رو به هم بریزه؟ ماما من اصلا حوصله ندارم. یعنی چه؟ حوصله ندارم کدومه؟ زندگی آینده توه. زندگی من؟ کدوم زندگی بابا؟ دلت خوشه ها. واقعا که اخلاق دوز شده. مامان جون، عزیز من، قربونت برم، به کی بگم؟ من نمیخوام شوهر کنم. اینو شما باید به اینا بفهمونی که دم به ساعت پانشم بیان اینجا. میفهمی؟ نه نمیفهمم. مگه میشه آدم شوهر نکنه؟ بابا آخه من بدبخ از اون اولیش چه خیری دیدم که حالا بخوام بیفتم گیر اینا. اون وقتی که تو روی من و بابات واسدادی و کاریو که میخواستی کردی، فکر حالاشو میکردی؟ اون بد بود، خودت خواستی. این که مرد زندگیه، شناسه. بذار با بابات در میون بذارم،
شاید بختت باز بشه. خدا رو چه دیدی؟ وای مامان اصلا متوجه نیستی یا؟ بابا من بچه‌مو دوست دارم. فقط هم میخوام با اون زندگی کنم. آخه چه ربطی داره؟ مگه کسی میخواد بابکو بخوره؟ نه خیر نمیخوان بخورنش. ولی شما که در جریان این هستی که ابراهام تهدید کرده بدزدنش. حالا اون یه چیزی گفته، تو چرا باور میکنی؟ چی رو یه چیزی گفته؟ آدم فرستاده. تو کلیسا دیدمش داشت بابک آلمانی حرف میزد. حالا هی بگو. راست میگی؟ میدونی اعصاب من خرابه، هی در مورد اینا با من صحبت میکنی. وای خدا مرگم بده. زهرم باور کرده؟ قبول کن اون یه مادره، حق داره نگران بشه. نگران اینه که ابراهام میخواد یکی رو بفرسته بابک رو بدزده. شما چرا انقدر ساده این پدر؟ کی حاضر میشه خودشو به خاطر ابراهام به خطر بندازه؟ حداقل به اون جوون نمیومد. گفتین اسمش چی بود؟ دانیل. دانیل؟ دانیل وسبرگ. اگه برگشته باشه که خره. یعنی که سر گوشی آب بدیم بیدیم که بیوز. خاک تون سرت بلان کون همه دب دب و چپ چپت کن. 100 کیلو وزن و این دنبال چی فرستید؟ تو سگدونی داره زندگی میکن. آقا شاروخ دو نفر آمدن نمادر با هاقولون کار دارن. خیلی خوب بارو اومدم، بارو گو الان میاد. چاکر آقا بفرمایی. قربونه دین آقولا ما این لطف کنین، ما اینجا منتظرشون. غلام؟ کدوم غلام؟ آقا غلام دیگه. غلام چی بود؟ چمدی. همین آقا غلام شمدی. بگو بچه منتظره. غلام شم نه نداریم، یه هم چیزی اینجا ما نداریم. بفرمایید. هی هی درست صحبت کن. گفتم که یه همچین متهایی ما اینجا نداریم. برو رضا باید بیاد. چی رو نهاری؟ من اون از تو همین خونه امروز کشتم بیرون. بهش بگو بیاد. اونی که کشیدی نقشی اکاور اره اره. ببین مگه شما وکیل بسیشی؟ میگم بگو بیاد بیرون. مثل اینکه زبون خوش حالیتون نمیشه. زنگ میزنم مامورا بیان جمعتون کنن ها. تو برین دیگه. بهش بگو من گیرش میاد. در ضمن روح شمارم کم میکنم. نتونستم اسممو عوض میکنم. روشنه؟ حالا شما اره. ببین از همین الان اسمتو عوض کن. هی باید ببینم کجا میری. حالا چی کار کنیم آقای اکبر؟ بریم توبت بگم. شما میخواین اسمتون عوض کنید آقای اکبر؟ آقایون خانم ها گوش کنن، اسمت خانم یه دقیقه جارو نکن. جمع کی میان اینجا کارتون دارم. هر کی از فردا زبونش به جنبه و از تو جوب آب بخوابه.
حالتونه؟ غلام دیگه بی غلام. یه همچین اسمی از اول چی؟ چی؟ وجود نداشته. وجود نداشته. ماه به ماه کریاتون لده تاخچه هست. یادتون نره. واتام علی کریات یادت نره. چش آقا. سلام آبچی عبدست، خیلی خوش اومدی، را گم کردی. آقا منظور و بچه ها چطور هم؟ خیلی ممنون، همگی خوبم. بیا بشین، دو کلمه حرف باید دارم، میخوام برم. تو چشم بفرم. خواستم از خونه بهت زنگ بزنم، گفتم جلو بچه ها خوبیت نداره. چطور؟ اتفاقی افتاده، چیزی شده؟ چیزی که نه، چجوری بگم؟ آقا داداش، اومدم بگم اصلا باید قدی این دختره رو بزنی. وایسه بینم، واسه چی؟ مگه حرف و حدیثی پیش اومده؟ از وقتی گفتی پا پیش بذار، هزار تا خفت و خاری رو تحمل کردم. به مادرش میگم، میگه چشم، اما هنوز موضوع رو به حاج رضا نگفته. به خودش میگم، هی اخم و تخ میکنه، هی پشت چشم برای من نازک میکنه، با یه بچه کلی هم فیس افاده میکنه. تو اراده کن، من بهترین دخترها رو برات ردیف میکنم. آخه مگه چی کم داری؟ خوشگل نیستی، خوشتیپ نیستی، سرسلامت نیستی، چشم کف پار. آخه چی کم؟ پولدار نیستی، هزار اندک و خانواده دار نیستی. آخه مگه چی میخوان اونا؟ بی خیال این حرفا، یه دست. مهم اینه که من دختر حاج رضا رو میخوام، یعنی زوره. آخه داداش من، قربونت برم، اون اگه دختر بده بودن، قبل از فرنگ رفتنش میدادن. نه آبجی، نه تو باغ نیستی. بوزش اون روزایی که حاج رضا 4x4 خالی 12 متری میذاشت رو پول من بدبخت و من عین الاغ بندری از این سر بازار میکوبیدم میرفتم اون سر بازار. اسکناس سبز هزاری اینور اونور قایم میکرد که ببینه دست من کجه یا راست. منم دهنم بسته، سرم زیر واسه همچین روزایی. جغدست، من زوره رو ازش خواستگاری کردم، به پاش افتادم، گفت نمیدم. اما امروز ورق برگشته، من بالا و حاج رضا پایین. الا و للا زهر مانه منه، حرفم توش نیست. همه این حرفایی که میگی درست، اما جون آب جغدست ما رو معاف کن. به خدا صدای منصورم در اومده ها. دو تا بچه رو هبل میکنم رو دستشو میام میفتم دنبال این خانم خانوما. بعد عمری به درو انداختیم، نه اندازش زنیم. ما کس و کار داریم، مادر داریم که واسه ما بره جلو. تو همه دنیای آب جغدست داری. چشم، ما هم که صد تا دلاش نداریم، یه دونه. های قربونه تو خواهر، حالا درست شد. پاشو پاشو بریم سر چارسو بازار، چند سیخ جیگر و دوغ نانده بزنیم، بعد خودم نوکرتم میرسونم به تا در خونه. چی آقا داداش، دوباره یاد بچگی افتادی. دست بند نیست آبجی، کار دله. اسم زهره که میاد خول میشه، بچه میشه. والا خدا شانس بده، اگه دیر بشه جواب منصور رو چی بدم؟ داداشت که نمرده، پشت دستو گذاشتم واسه همین روزا. آقا داداش شوخی کردم بابا، بفرمایید. بازم این طرف ها بیان. غور به خیر. و آقا سیاه، چه عجب، ما رو به حساب آوردی. بهتری؟ کجا بودی؟ جایی نبودم، رفته بودم هواخوری. پرسیدم کجا بودی؟ بس اینجایی پس بدم، رفته بودم پایین یه سر گوشی آب بدم. چطور مگه؟ برو تو. بازم به ما گیر دادی ها، شروع شد باز.
نمیگم بابا، اونم راستش خالی هم برام چی چی خالی نمنده بسه برم موال تو میمیری هایی که مفتید کنه نبودم چی ها؟ همونه تو گفتید خودم توستتون خالی نمیبندن اون دوتا معمول بودن اون چش ساقه اونا آلمانی هن تو میری رفیقش چاق گنده آره خودشه فکر نمی کنم راست گفته باشی داری دروغ میگی نه تو میری دروغ نمیگم ببین چاقی جون خیلی تلاش کردم تونستم عدسشون درم خیلی جون کندم که گیرشون نیفتادم جون خود خیلی شانس آوردم ولی نه مثل این شانس نیفت ساملی کن ببین سیان دو دقیقه فرصت بدی برات میگم چی شده فقط دو دقیقه سیان دستو به تو فرام هست داریم میشکه به دستمه آدمی ها سیاه دو دقیقه فرصت بدی ها برات میگم بابا دستم رو شکونده چونه خود مگه گوزفندیم بری سلقه میکنی دست شکست بابا برم کن سیاه داری اشتباه میکنی ها گفته بودم اگه یه دفعه دیگه اینجا پیدا بشه خودم میکشمت نگفتم چرا تو میری ولی پامون گیر بود سیاه چشم تو هم برش داشتی آوردیش اینجا ها؟ واسه خودم متاسفم بابا مثل این که ما با هم رفیقیم آسیا رفیقای من همه مردن همه من رفیقی ندارم دارم چی میگی سیا؟ من نوکرتم شاروخ چیه؟ رفیق چیه؟ میگم نوکرتم من کی به تو نارا زدم؟ همین الان جوده تو نارو نزدم سیا اه؟ پس چرا وقتی از در اومدی به من دروغ گفتی؟ صبح دیدم حالت خوش نیست اینم پاشده اومده اینجا میگه دو نفر از اون بره آب اومدن دنبال عتیقا بگودی که پس میگه سیا جون اومدن تو میری بد جوری هم اومدن نامرده کشتی ماره بابا من از تو چیزی نپرسیدم پرسیدم از خفه شو چشم بگو گفتم که سیا حالت خوش نبود اینم یه راست پاشده اومده اینجا میگه دو نفر دنبالشن دنبال اون عتیقایی که دو سال پیش رد کردین اون آلمانی ها یایته که اونا به این گفتن که همش قلابی بوده ببینم راست میگه آره سیا جدی آره جون خودم اونا نبودن دوتا دیگر رو فرستاده بودن یکیشون آلمانی بود همچنین فارسی هم خوب حرف میزد احتمالا راست میگه سیا بابا من کی به دروغ گفتم سیا جون همیشه این دفعه جون خود راست میگه این وسط یکی داره دروغ میگه جون تو من نبودم سیا منم که نیستم سیا جون یا اونایی که مالو بردن یا اونایی که تحویل گرفتن فقط شانس بیاری غلام این دفعه رو دروغ نگفته باشی این دفعه رو جون خود شانس بیاری Thank you.
به خاطر همه چیز متشکرم. با این حرفا کدوم با مخلص شماییم؟ بر دو صبح منتظر شما باشم. بنده صبح علت طلوع در بس در اختیارشون. خداحافظ. ببخشید قبل از علت طلوع باست برم این چراغ ماشینه رو بدم درست کنه. چراغ ماشینو؟ بابا پس شما کجا بودی عزیزم؟ ما این همه جلوی کلیسا از و جز کردیم، اصلا شما نفهمیدی چی شو؟ چی شو؟ بابا یه خانم با بچهش زد نصف ماشینو برده اینا، این چراغ رو داغون کرده. همون خانمی که از کلیسا اومد بیرون؟ شما دیدیش؟ تو کلیسا بود؟ نگران نباش، پدر سرکیس اگر همون خانم باشه حتما میشناسه، پیداش میکنیم. روز خیلی سختی بود. واسه شما که سختی نداشت که، واسه ما سخت بود. اون از نقره داغ شدن صبح، از یه چشیدن ماشین، واسه شما چلاق نشی من فکر کنم خیلیه. متاسفم. خداحافظ. خداحافظ. پوزش مجدد، کار تعطیل، مادر منتظر، شام حاضر. بفرمایید در خدمت باشید. امشب رو ما در خدمتتون باشیم. چکر شما این. شما بازداشتید. بله. بازداشتید.